درود بر شما، وقتتان بخیر و تحول امشب خوش آمدید. اعضای گروه طالبان میگویند که طالبان هنوز روی حکومت آینده تصمیم نگرفتن. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید که رهبران آنان در کابل با شمار از سیاسیون در تلاش هستند تا خلای به میان آمدی سیاسی را هرچه زودتر حل بسازند و پر کنند. از سوی هم چهره های نزدیک به طالبان حالا میگویند که ملا برادر در کابل سرگرم رایزنی بر ایجاد حکومت تازه است. از طرف دیگر زنان خواهان حضور این قشر در حکومت آینده هستند. اما آنچه قابل بحث است، حکومت آینده چه نوع حکومت خواهد بود؟ آنچه که بیشتر تاکید میشه، شریعت اصل این حکومت خواهد بود. آیا طرف ها به حکومت مشارکتی تن خواهند داد؟ حکومت مطلقه خواهد بود یا قرار است بریم به طرف اداری موقت در نخست، بعداً روی نوعیت حکومت تصمیم گیری شود؟ بیشتر صحبت خواهم کرد تا دقایق دیگر با جنابان نصرتی، فقیری و یوسف زی. من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه. گزارش در نخست. در حالی که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان به منظور مذاکره برای تشکیل دولت جدید وارد کابل شده است، اما این مذاکرات هنوز نتیجه ملموسی در پی نداشته است. محمد نعیم سخنگوی طالبان در دوحه میگوید که هنوز تصمیم روی تشکیل حکومت جدید گرفته نشده و مذاکرات رهبران طالبان با چهره های سیاسی در کابل جریان دارد. طبیعی است که در رابطه یک چند وقت شاید در بر گرفته شود تا که یک پلان گذاری درست میشه و یک سرنوشت ملت حرف ساده ای نیست، بسیار حرف بزرگی است. یک تصمیم گرفته میشه، باید با دقت گرفته شود، یک تصمیم باشه که در آینده باز مشکلات ایجاد نشود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هر چند از میان برداشتن نظام جمهوری و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان را دستاورد میگوید، ولی تاکید میکند که هنوز هم جنگ به کلی تمام نشده است. محمد نعیم با اشاره به مقاومت دوم پنشیر میگوید که اگر این مشکل از راه گفتگو حل نشود، از زور کار خواهد گرفت. قبل از اینکه به خشونت در میان بیاید، باید مشکلات از طریق گفتگوها، از طریق تفاهم حل گردد. با این همه مولوی شهاب الدین دلاور، ملا خیرالله خیرخواه، مولوی عبدالسلام حنفی و عبدالرحمن فدا با عبدالله عبدالله و حامد کرزی در کابل دیدار کردند. عبدالله عبدالله گفته است که در این دیدار روی تشکیل حکومت آینده صحبت شده است. دی کوشش دی که چې دا کارجی روسی افغان شمول حکومت جوړ شي او دا قدرت خلانه کسی نو دا راتګ د قطر د خلکو چې هغه د ملا برادر خپل په مشهري راغلی دي هر چند تلاش ها برای تشکیل حکومت آینده جریان دارد، اما طالبان هنوز واضح نساخته است که حضور زنان در نظام آینده چگونه خواهد بود. شمار از زنان میگویند که اگر طالبان در تلاش ایجاد حکومت فراگیرند، نباید حضور زنان در نظام را از نظر بیندازند. ما خوشحالم که اگر بخواهد بالاخره در این سرزمین حکومت فراگیر اتفاق بیفته و طالب جزئی از این حکومت باشه، نه تمام این حکومت، به خاطر اینکه اینجا مردم با در اقشار مختلف و با افکار مختلف هستند. این در حالی است که طالبان میگویند که نظام آینده استوار بر احکام شرعی خواهد بود و تمام اقشار جامعه در آن حضور خواهند داشت. در این برنامه آقایان بریالی نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم را از فرانسه، واحد فقیری نویسنده و تحلیلگر سیاسی را از آمریکا و سمی یوسف زی خبرنگار آزاد از لندن روی خط تصویر وصل هستند. درود بر شما، ممنون از حضورتان در برنامه. اگر بس را با شما آغاز کنیم نصرتی صاحب، از اینجا که با در نظر داشت وضعیت سیاسی و جاری کشور، آیا طالبان خواهند توانست که به این زودی ها خلای بمیان آمدی سیاسی را رفت بسازند یا پر کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما آریان عزیز، جناب فقیری صاحب و دوست دیگر ما و مردم افغانستان. مطمئنا بسیار مشکل است که اگر ما توقع داشته باشیم که تنها با وجود طالبا بخواهیم که یک خلا پر شود و بالاخره افغانستان ساخته شد. افغانستان وطن و میهن کلگی ماست. امروز نیاز داره که تمام مردم های شایستی سرزمین دست به دست هم بتن و برای آبادانی و بالاخره برای از بین بردن همین خلای موجود
ولی چون رشته کار به دست طالباست، اینال به تعقل از اینا ارتباط داره که چگونه زودتر سمت سو میده و یک نیاز مبرم جامعه است و یک نیاز یک کشور است که هرچی عاجل باید و این وظیفت نقطه پایان بگذاره. ولی از طرف دیگه جای شکر است که هر سرزمینی که به این قسم در خلای قدرت می بود بسیار آفات و مصیبت های دیگر شاید می شود. ولی تعالی را الحمدلله به برکت الله متعال فضا خوب است. امیدوار هستیم هر چی زودتر در این نقطه پایان ببرشد. اما آنچه به عنوان یک ایستادگی مطرح است، هستن طرف هایی که هنوزم در شمال افغانستان مشخصن در پنجشیر و ولایت های همجوارش ایستادگی میکنن، به ویژه نظامیان پیشین در شمال هستن، فرماندهان جبهات جنگ حالا رفتن به پنجشیر، اونجا ایستادگی میشه. فکر میکنین که نتیجه ای را در پای خواد داشته باشه؟ خب اول باید بر از همی استادگی یک شعار مقبول پیدا شود که در ذهن مردم مقبولیت پیدا کند. استادگی برای حضور روساست، کشور ما را گرفته، استادگی با حضور پاکستانی هاست، بر امریکا هست، بر ایرانی هست. استادگی به خاطر چیست؟ باید این آدم بفهمد. ثانیاً اولین روز است که در 24 ساعت گزارش که رسید بعد از 43 سال هیچ انسان در افغانستان کشته نشد. پیشنهاد نتیجه خود نداره. نه بور که شما گفتیم کدام نتیجه خود داشت، به هیچ وجه. مردم افغانستان با آگاهی و عقلانیت سیاسی رسیده. مردم افغانستان استوانکایشان وجودشان درد داره، بسیار خسته هستن. اونا نیاز به یک آرامش متواتر دارن، با آرامش روحی و فیزیکی دارن. به خاطر چوکی و مسائل دیگه حوزه کشور چیز تغییر نمیکنه، ولی ما میخوایم که بسیار صلح‌آمیز کار پیش بره. مردم پنجشیر مردم مجاهد است و از همین خاطر هم است که طالبا بسیار از عقلانیت کار گرفته، گرچه اونا بار بار اعلان جنگ دادن، اینا به هیچ وجه به طرف جنگ نرفتن، در مذاکره هستن و اینا میگن که مردم مجاهد مردم مجاهد است، مردم پنجشیر و از مسعود شهید به نام بسیار نیک یاد میشه. بهتر است که بیاین از این مسائل به خاطر چوکی و قدرت و اطراع مردم خود خوار نسازید، چون شعار دیگه نداریم ما در دست خود که مردم را تشویق کنیم که برین برادر. او شعارهایی که زنایتان پاکستانی ها میبرن، اون شعارها پلش نقلی برآمد و مردم بسیار چیزا را فهمیدن. زیر نام مقاومت دوم این ایستادگی صورت خواهد گرفت. آنچه که گفتن در صورت حل نشدن مسئله از راه صلح‌آمیزش که بیشتر تاکید به حکومت همشمول از طرف مقابل هم برای طالبان شده. آنه او خب مقاومت دوم خوشعار شده نمیتانه. مقاومت میخواییم بکنیم برای چی شعار است؟ برای حکومت همشمول مطلقا. حکومت که پیش روی از همه شمول است، فقط تکدارای قومی که در حکومت کرزای اساسش گذاشت و اینا نه که ما را به اینی وضعیت رسان، اونو تکدارا نیست. از هر قوم استعدادای واقعیش، دانشمندایش، مردمایی که متحد به رفع دردهای مردم است، اونو مردم از هر قوم میایه. اینمی مشارکت است نه؟ ولی تو نباشه که آقای محقق به بگه اف چوکی بره مبته که من نماینده این از این مردم هستم. اینی گفا دیگه بسیار این تجربه تلخ بوده که مردم افغانستان خودش نمیخوایی گفا را. در این میان حالا آقای نعیم هم صحبت هایی داشته، سخن از زور زدن در صورت بی‌نتیجه ماندن صحبت ها و میانجیگری طرف ها، این که وارد مسئله از راه زور خواهند شد و این مسئله افغانستان را بار دیگر به پرتگاه نخواهد برد. نه به پردگاه خونه میبره و به اصطلاح اگر من تا جایی که خبر دارم آقای نعیم خب سخنگوی از امون ها هست میگن، ولی من تا جایی که در جریان هستم از بزرگای از اینا، اونا همی صحبتشان است که به هیچ وجه ما بالای مردم پنجشیر که مردم مجاهد است لشکرکشی نخواد کردیم. نهایت بسیار زیاد شبه راستی صحبت آغازتم گفتن که مالکه ماسره خدا باز تنگ میکنه. تنگ به این مانا دیگه که امون رای را که هست که بر از اینا نانه او میره امون را
بلیاز خدا، بلیاز خدا بیاین از اشارای بیرونی ها براییم، بیاین بیادر به خاطر این وطن دست شدیم. ولی باز ما و شما خستیم، همی طالب هم هست، همی خاک هست. اگر واقعا برتری قومی باشه، واقعا مسائل حقوق بشر نقص باشه، واقعا نابسامانی ها باشه، رشوت باشه، اختطاف باشه، زنای مردم از روی سرک، تاجر از روی سرک و ما در خانه خودمون نباشیم، مطمئنم باز ما مردم خود نمردیم، این سرزمین صاحب داره، اتفاق نیست. بسیار تشکر. این مقطع جان مردم بسیار درد داره، به خاطر مسائل شخصی آرامش مردم فدای یک چوکی خود نکنیم، بس از زیاد کردیم. بسیار تشکر. خوش آمدین یوسف صاحب. شما اگر صحبت ها را ادامه بتیم، حالا بخش یا تعدادی از افراد طالبان رفتن به شمال افغانستان، در حال حاضر آنچه گفته میشه در گلبهار هستند یا در قسمت پروان یا چارک در قسمت پروان هستند یا در ولایت پروان هستند نزدیک پنجشیر و کاپیسا. با در نظر داشته رفتن این افراد و آنچه که ویدیوها هم دست به دست شده گفتن که ما 4 ساعت وقت داده بودیم به طرف، اگر طرف کنار نبیایه مذاکره نکنه از راه زور پیش خواهیم رفت. همزمان آقای نعیم هم صحبتهایی داشتن که در صورت حل نشدن مسئله گزینه زور را اجرایی خواهند کرد. این مورد چقدر فکر میکنیم با در نظر داشت شناخت طرف که شما دارین قابل اجرا هست یا امکان پذیر؟ زه فکر کوم چې طالبان اوس یو حکومت ده او دوی نه غواړي چې په دغه سي حالت کې چې حکومت ورته ویل شي دوی په یو جګړه کې ښکیل شي او د افغانستان خلک دا وایي چې طالبانو دا دعوه چې موږ افغانستان ته په راتګ سره امن راوستی ده، طالبان به انتهایی کوشش کوي چې تر څو د پنجشیر مسله په د خبرو اترو د لارې حل کی. سره د دې چې اوس هم دوی دا ځواک او قدرت لري چې په پنجشیر باندې د څو استقامتونو نه عملیات وکړي، خو دا وخت دوی غواړي چې دنیا ته داسې وښیي چې د موږ په راتګ سره نور جنګ ختم شوی ده. نو زما په خیال طالبان به ډېر کوشش وکړي چې دغه د جبهه مقاومت یا د احمد شاه مسعود چې پخوانی سنګر ده په پنجشیر کې هغوی سره رابطې وکړي او هغوی دې ته راځي کې چې د مقاومت نه لاس واخلي او لکه د نورو جهادي رهبرانو یا مشرانو چې په کابل کې دي راشي دلته د دوی عزت هم خوندي ده، د دوی هغه حیثیت هم خوندي ده. دا بېله خبره ده چې په حکومت کې به ډېر امکان شته ده چې دوی ته برخه ورنه کول شي، خو زما په خیال زمینی حقیقت دا ده چې اوس افغانستان طالبانو نیولی ده او د افغانستان خلک ورو ورو دغه حقیقت درکوي چې نور د مقاومت جنگ لاره حل نده. اما سوالم اینجاست، ضمانت در کجاست که جنگ صورت نگیره، این طرف هم استادگی نکند و آن طرف هم استادگی؟ در این میان برخی از شهروندان این کشور هستند که در صورت توافق دو طرف اگر به توافق نرسند ضرر خواهند کرد. ضمانت همین در کجاست یوسف؟ ما فکر میکنیم ضمانت خو وجود نداره. طالب فکر میکنه ما کشور را تسخیر کردیم، به زور تسخیر کردیم. ما مردم افغانستان ما را یک حقیقت را تسلیم میکنه که علی طالبایی که راگنده بودن مخالفین کشور بود امروز به حیث کسانی هستند که نمی کشور واقدارایشان هست، یعنی دولت هستند. انتهایی کوشش میشود که کدام جنگ صورت نگیره، چون که علی جنگ مثل که در سابق وقتی که جنگ میشد دولت اشرف غنی و خود رئیس جمهور زیر فشار میامد که از جامعه بین المللی و از مردم افغانستان که این باید ختم جنگ باشه. لیکن به هر حال ما فکر میکنیم که بعضی از طالبا اینمی ارزو داره که باید این مقاومت با اگر از گفتگو حل نشود باید لشکرکشی شود. لیکن به هر حال علی فکر میکنیم که طالبان بعد از اینکه کابل را تسخیر کرده و نمو یک جذبه یا یک ذهن جنگی را که در مغز شانگو داره پایین آمده، یعنی کوشش میکنه که به طرف مصالحه برواده. یقینا بر طالبان یک چلنج است وقتی که همه ولایت افغانستان تسخیر شده تنها پنجشیر مانده و شما میدانید که پنجشیر یک تاریخ مقاومت هم داره، در سابق هم در وقتی که طالبان بود در وقت هم تسلیم نشده بودن و تا
طالبان نمیرم میداند اگر مقاومت وسیع تر می شود و مردم دیگه می رود تا پروان می آید، تا بغلان می آید، تا مرکزی نقاط افغانستان، تا بامیان خواهد رفتن و از خاطر ما فکر می کنیم طالبان در نهایی کوشش می کند که از مسائل صلح حل شود، لیکن در این حال این مهم است که خواهشات و درخواستای فرزند احمد شاه مسعود و دیگر افرادی از گروه مقاومت جهادی سابقه که در جسد او به کدام اندازه هستند قابل قبول است نیست، اونا چی میخواهد؟ اگر چی بچه احمد شاه مسعود مطمئنن اعلامیه ای که نشر شده از او طرف را از طرف آقای مسعود را شما خواندین، یک موردی که در او برجسته است آنچه را میشه برداشت کرد از تمام او اعلامیه همین است که یکتازی در افغانستان نباید شود، هیچ کسی از دیگری برتر نیست و همگی باید کنار همدیگر باشن، این میشه برداشت شود و دیگر دستبوسی رهبران آنچه که به عنوان یک بولت پوینت میشه اشاره کرد، دستبوسی رهبران باید در افغانستان پایان داده شود. این چی میتونه باشه؟ نویدی بر نسل جوان یا ادامه جنگ؟ ما فکر میکنیم که بعد از اینکه طالبان به بسیار با قدرت تمام افغانستان به زور گرفتن، ما فکر نمیکنیم که علی چانس برای همچنان گروپ ها یا اشخاصی که میخواهند که در مقابل طالبان مقاومت کند چانس بیشتری داشته باشد. البته منحصر به این هستند که این جبهه مقاومت از خارج چقدر پشتیبانی می شود، از ایران پشتیبانی می شود، از فرانسه پشتیبانی می شود. اگر اونا خواستند که برشان ادامه دهد و رابطشان امرای طالبان بهتر نشود و طالبان یک قسم باز امرای جامعه بین المللی در مشکلات سیاسی گیر ماندند، در انزوا ماندند، در اون صورت اونا می تاند که بر یک مدت مقاومت کند، لیکن ما فکر میکنیم طالبان مقاومت شاید به شدت سرکوب خواهد کرد، چرا که این یک چلنج جدی برای در حال حاضر بر نوبت طالبان است که شاید بسیار تشکر اعلام خواهد شد. بسیار تشکر. با در نظر داشته مقاومت هایی که صورت میگیره، جناب فقیری از شما میخوایم این مورد داشته باشم، حداقل بیشتر مسئله باز میشه، حالا استفاده از زور در این مقطع حساس که حکومتی در کابل هنوز شکل نگرفته، نه رئیس جمهوری هست و نه کسی به عنوان اداره کننده افغانستان، ارگ ریاست جمهوری کسی مدیریتش نمیکنه، در چنین وضعیت آنچه که تحلیل میکنن افغانستان به سر میبره، تأکید روی گزینه زور میتونه راه حل باشه؟ اگر روی این مهم تأکید شود با معذرت، فکر میکنید کار به کجا میکشه؟ شغل آریان صاحب لومړی تاسو ته، شغل نصرالدین صاحب ته، یوسفزی صاحب ته او دغسې ستاسو ټولو درنو لیدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې هغه شی چې شغل نصرالدین صاحب هم اشاره ورته وکړه، یوسفزی صاحب هم ورته اشاره ورته وکړه، زه فکر کوم چې اوس له وخت دی د دې خبرو لپاره موږ باید یو حکومت ته، یو ادارې ته یو څه وخت ورکړو. یعنی دا دغه ضروری ده، هیڅ څوک نسی کولای چې په یوه هفته کې یا په یوه میاشت کې د افغانستان څلویښت کلن پرابلمونه مشکلات حل کړي. یعنی دا یو واقعیت دی، د دې څخه موږ نه جادوګران یو، نه داسې دغه جادو مو زده دی، سر و تلسم لرو چې دا ټوله مشکلات په یوارې حل سي، په یوارې حل کړو. او بل دا هم ده، یعنی دا هم باید سړی په نظر ونیسي چې دغه په دغه سولهیز ډول سره، په دغه سولهیز تسلیمي سره چې ولایتونه تسلیم سول، کابل تسلیم سو، وینې توی نسولې، یعنی دا هم واقعا د افغانستان په تاریخ کې یو بېسابقه انکشاف دی. آنچه را که مسئولان پاکستانی گفتن، برخی از افراد در داخل حکومت آقای غنی رئیس جمهور فراری افغانستان همکاری کردند در چنین که افغانستان به این وضعیت کشانیده شد. و همکاری بزنه و هم فکر کنم چه غنی لکه تاسی چون ور فراری دی یو بیهیمت سره و او داغ مقام لایق نو داغ لیدرشپ چور کرسه و داد امریکایانو یو توفه و چه دیتی چور کرسه و یو گوداغی و یو غلام و هاگه چور کرده و او داغ کسد زین پیش اسواله. یعنی دا غنی پدر طول
بین المللي سپورت سره د ترامپ په قول سره چې د دوی سناتورانو ته میلمستیاوې کولې رشوتونه یې ورکولې چې هلته پاتې سي د دې ټولو کوششونو سره سره بیا هم دغسې په دغسې فرار وتګ په دغه رقم په دغه ډول سره وتل دا یو د وطن دپاره یو پیغور دی یو د تاریخي پیغور دی د ده دپاره ټوله ناست دی ښاغلي کرزی ناست دی ډاکټر صاحب عبدالله ناست دی نور ټوله په هغه وطن کې ناست دی حتی هغه خلک چې د دوی سره وجنګېدل لکه اسماعیل خان هغه هم هلته ناست دی په هغو باندې هم چا کار نه درلود یعنی زما خپله عقیده دا ده آریان صاحب چې موږ افغانان باید د دغه خبره یو نوکي شاته سو او د دې پکچر ته د بلې زاویې څخه هم وګورو او هغه دا زاویه ده چې تر اوسه پورې چې څه راغلي دي یعنې د یوه هفته چې کېږي چې د کابل رژیم سقوط وکړي او غني فرار وکړي تر اوسه پورې چې څه پېښ شوي دي زه فکر کوم چې مثبتې خواته روان دي او موږ باید د دغه پروسه نوره هم ګړندی کو نور هم تقویه کو او هغه خبرې چې د حقوق دي د خلکو ابتدایي حقوق دي اساسي حقوق دي فردي حقوق دي ازادګان دي هغه څه چې موږ په لاس راوړی دي د هغو لپاره باید یو بل شکل د مبارزې تشکیل سي او بل جبهه ورسره تشکیل سي دغه کار ونسي چې سمدستي یو سړی حکومت نه نیولی یو سړی پرچې هیڅ نه تر اوسه پورې لا پلاسکي انتقالي دوره وي او خلک غروته وکیږي خلک د لشکرو خبرې وکړي خلک د مخالفت خبرې وکړي حتی بحث انتقالي مطرح نیست در حال حاضر مورد جالب را اشاره کردین فکر میکنین حکومت آینده حالا باید یک سیستم اینجا ایجاد شود سیستم باید کار کنه سیستم قبلی که از هم پاشیده نیروی امنیتی دفاعی قبلی حالا معلوم نیست یک قسمت زیادشان متواری هستند و یک قسمت دیگهشان رفتن به پنجشیر حالا کسانی هستند که در ولایت‌های مختلف حضور دارند اما خانه‌نشین هستند نیروی 350,000 نفری کنار گذاشته شد در حالی که باید نهادهای امنیتی قبلی به عنوان یک اصل نگهداری میشد چون سرمایه ملی افغانستان بود نه به این طرف ارتباط داشت نه به اون طرف از افغانستان بود این دید برخی از شهروندان کشور است اما سوالی که مطرح میشه نظام آینده چگونه نظام خواهد بود نظام مشارکتی نظام مطلقه یا میریم به طرف یک حکومت موقت که اساس حکومت محکمی را بگذاریم تا بعد از 20 سال دیگر اظهار پشیمانی نکنیم که ای کاش این کار میشد یا ای کاش آن کار یعنی دا نهایت مهمه ده چه قدر آغاز که صحیح او اساسی قدمونه واخستل سی در طول ملتونو زه په امریکا که ناستیم شاغلی نصرتی صاحب فرانسی کې ناستی او ښاغلی یوسفزی صاحب هم چې په لندن کې دی د دغو درو ملکونو مشرانو هغه فاوندرز چې دوی ورته وایي یا موسسین چې ورته وایي هغوی د نظام په اولی مرحلې کې د جوړولو په مرحلې کې ډېر اساسي قدمونه اخیستي او دا قدمونه باید واخیستل سي یعنی د یو نظام د جوړولو لپاره یوازې یوه ډله کافي نه ده چې هغه کار وکړي بلکې دا نور د جامعې نورې ډلې هم د یو ښه نظام د یو مردم سالاري چې موږ ورته وایو د یو ډیموکراتیک نظام په هغه ځای کې چې د خلکو حقوق ساتل شوي په هغه کې باید یوازې سړی ټوله اختیار و آمرینو و حاکمانو ته ور نه کړی سي بلکې خلک هم مدني ګروپونه مدني سازمانونه اشخاص میډیا دا ټوله باید د یو نظام د جوړولو لپاره پاخه ګامونه واخلي او په دغه اساس کې چې د یو شي شروع وي په هغه وخت کې باید ډېر احتیاط وسي چې داسې کار ونهسي خدای نه خواسته لکه تاسو چې هم اشاره ته وکړي چې بیا آینده ډېر وخیمه وي ډېره بده وي زه چې اوس د دې داسې ورته ګورم یعنې زه چې د دې داسې خو د امریکې سره ورته ګورم زه فکر کوم که چیرې دغسې تحول حتی په امریکې کې هم راغلی وای په امریکې کې به ډېرې وینې توی سوي وای نسبت افغانستان ته
یعنی په امریکا کې موږ ولیدل دا د ټرمپ او د بایدن د انتقال مسله تقریبا سپینه کوله تا وسوله یعنی په هغه کې شپږ پنځه شپږ نفر ووژل وسوله هغه تاسې داسې دیموکراسي چې دوه نیم سوه کاله کېږي پخه دیموکراسي ده د دنیا د هغه ډېر لوی دغه یعنی تاریخي دیموکراسي څخه ده او دا موسسینې دا چې موږ تاسو ته مسلمانانو په باره کې خبرې وکړلې یعنی هغوی دغه قدمونه دغه اساسي قدمونه ډېر په احتیاط اخیستي دي ډېر ښه اخیستي دي او زه هم په دې عقیده یم چې باید په افغانستان کې یوه ډلې ته یا یو چا ته ټوله قدرت ورنه کړل شي زما خپله عقیده دا ده چې هیڅ شخص ته هیڅ ډلې ته باید ټوټل مطلق قدرت په لاس کې ورنه کړل شي زه فکر کوم چې دا کې د فرانسې او د برتانیې تجربه دا وښودله چې مطلق حاکمیت عموما دیکتاتوري راولي استبداد راولي او استبداد او دیکتاتوري دی چپ نه پنه آیا شهروندان افغانستان تابع دیکتاتوری خواهند شد؟ این یک سوال کلان است. در طول تاریخ حداقل 100 سال اخیر را در افغانستان اگر در نظر بگیریم آیا نظامای مطلقه را شهروندان افغانستان به استقبالش رفتن و تا ابد پای از او ایستادن؟ از فکر نکنم از ما خود در افغانستان در تاریخ صد مطالعه چخه در افغانان و در سیکالوجی او رویات چخه آخری نهایی برداشت داده چی افغانان در غیر دیموکرات طلب خلق دی آزادی خواه خلق دی افغانان د فردی ازادګانو سره علاقه لري دا د دوی په سرشت کې په تار او پود کې په غډینی کې نغښتې ده د ازادي د سیالي کول د بلچا خبره ډیره نه منل یعنی دا سی بیخي هغه د سبوسی چې تاسو ټول داس کارونه نه کوي یعنی افغانان څه فکر کوم حتی هغه انګریزانو یعنی د تاریخ چې سره مطالعه کې کانګریزان او فرانسویان دي ټول چې افغانان ته کتلې دي دغه ویل دي چې افغانان په سرشت کې په طبیعت کې ازادي خوا خلک دي دیموکراتیک خلک دی جمهوریت طلب خلک دی ولسواکي غواړي دا غواړي چې پر حکومت نماینده اوسېږي نو حکومت یې هغه مستبد او داسې یو دیکتاتور ونه اوسېږي او خلک د خلکو سره داسې د غلام او بازار دغه ونه کړي معامله ونه کړي او هر کله چې په افغانستان کې هغه سیم استبدادي حکومت راغلی دی خلکو یې په مقابل کې قیام کړی دی خلکو یې په مقابل کې درېدلي دي دا د افغانانو یو خصیصت بسیار تشکر. در دور دیگر فرصت بیشتر خواهیم داشت برای صحبت. جناب فقیری ممنون. در این دم پس از رفت و برگشت نصرتی صاحب به این پرسش پاسخ خواهند داد. دقیقا دیدشون درباره حکومت آینده چه خواهد بود؟ خیلی تاکید میشه روی حکومت مشارکتی آنچه را که آقای شاهین شریک ساختن. دیگر بحث انتخابات نخواهد بود، حکومت موقت هم دیگر زمانش نیست، فرصت نیست بر این بحثی که مطرح میشه. خب حکومت تسخیر شده یا به تصرف طالبان آمده جز پنجشیر و برخی از مناطق بغلان که گفته میشه دیگر جاها بر دست طالبان است. اما سوال اینجاست که کار به کجا میکشه؟ واقعا ما خواهیم رفت به طرف حکومت مشارکتی، حکومت مطلقه ای را شاید خواهیم بود، یا بحث موقت میتونه جا داشته باشه در این مقطع زمانی که پشیمانی بار نبیاره آنچه که انتقاد میشه از سال 2001 از اینکه طالبان در همون زمان نیاز بود که وارد نظام می شدن و این یک فرصت بود. آیا این پشیمانی را بار دیگر خواهیم داشت یا نه میشه از این فرصت استفاده کرد؟ بیشتر صحبت خواهیم کرد با جناب نصرتی. و ادامه برنامه خوش آمدین. نصرتی صاحب بفرمایید. تشکر سر. نه به ارتباط می سوالتان که کدام حکومت باشه چه قسم خواهد شد؟ یک چیزی را میخوایم اضافه کنم و شهادت تاریخ برم نظام های قبلی چی به شکل شاهی تا ختم نظام غنی نظام های غیر مردمی مبتنی بر انحصار قدرت و عوام فریبی بودند. کمی ماهیت انحصاری و عوام فریبی از اونا پیامت های ناگوار و مصیبت های جبران ناپذیر را بالای ملت ما و وطن ما گذاشتند. هویت ملی و منافع ملی ما را تحت نام های چون فقر، محرومیت، تبعیض، تعصب، تفرقه اجتماع و وابستگی و خارج قرار دادن که میراث از اونا میلیون ها یتیم
میلیون ها دختر ما بیوه، میلیون ها واقعا خانه بغم نشسته، میلیون ها مواد مخدر در بدر جوارای ما و میلیون ها دسترخوان بینان است. اینا چی میکردن؟ از این ضعف های ما مردم برای به قدرت ماندنشان استفاده میکردن و او خاطری سیستم ایجاد کردن. مطمئنن این یک درس بسیار عظیم است برای او کسایی که میخواین نظام بسازن، که نظام انحصاری و استبدادی در افغانستان و ریجایی که کلش تاریخ شهادت میده و مشهون است از مبارزات آزادی خانه، این بسیار دردناک خود بود که ما شاید یک نظام باشیم. بلکه تا جایی که من میفهم آقای آریان صاحب، دو آپشن وجود داره انتخاب. یا حکومت مشارکتی میرن، زیادتر هم تاکید دمیش او روز یا یکی دو روز بالای حکومت انتقالی است برای به وجود آوردن یک شورا. هنوز برای نتیجه کلی نرست. حکومت مشارکتی بسیار برای ما واضح است که از تمام اقوام نخبگان می باشد. حکومت مشارکتی سمبولیک یا عملی؟ ما حکومت مشارکت ملی را داشتیم، تجربه کردیم در دوره آقای غنی. اونا خو حکومت مشارکتی ملی گفته نمیتونیم، او خو یک مشارکت بود دیگه به خاطر یک هدف خاص که تا امروز اشتکا برآمده که پولای ما را بیارین کل تان از سال 2001 دلار. ولی مشارکتی بر منافع ملی مردم افغانستان باید باشه که است. تمام موازین انسانی در اینجا باید در بر گرفته شده. از کجا میدونیم که هست؟ هدف معلوم است. موضع معلوم است. امروز افغانستان مستقل دعوا داریم. امروز افغانستان وابسته ما نداریم. البته هیچ وقت افغانستان مستقل شده نمیتونه، چون ما نه زیربنای اقتصادی داریم نه سربنای چیزی داریم. ولی بر اساس روابط انسانی و مسائل و تمام قوانین قبول شده به این مللی میتونیم روابط خوب با تمام جهان داشته باشیم، بر منافع مشترک با تمام جهان تاکید کنیم و تمام جهان سیستمی که به اصطلاح با ارزش‌های ملی و سنن پسندیده ما در تصادم نباشه، اونا را باید بپذیریم، دست به دست هم بریم و ما منافع خود ما برای ما مهمتر است تا منافع دیگر را کمسایه چی میگه و خارجی ها چی میگن. اگر این چنین باشه هیچ شهروند کشور مشکل نخواهد داشت. اگر این چنین باشه شما هم میدانین که هیچ شهروند کشور مشکل نخواهد داشت و همه کنار هم به عنوان برادران و خواهران زندگی خواهند کرد. اما سوال اساسی که مطرح میشه در حکومت مشارکتی که آقای شاهین هم دو شب پیش دقیقاً اشاره کردن، حالا شورا تصمیم خواهد گرفت که چه کسانی وارد نظام شوند یا چه کسانی در حکومت شریک شوند. برخی نگرانی دارن از این مورد. شورا درباره برخی افراد ملاحظه خود را نخواهد داشت و اگر این ملاحظه به میان بیاید کار را به کجا میکشد؟ در ارتباط به این که گفتیم که اگر چنین باشد کل شهروندان همراه خواهد بود، اگر چنین نباشد نصرتی هرگز همراه نخواهد بود اگر چنین نباشد. در ارتباط با حکومت مشارکتی که شورا انتخاب میکند، برای که این انتخاب آقای مایب و فضلی نیست، که فضلی کی انتخاب میکنه، چند میگیره و چطور تعیین میکنه. این انتخاب به مفهوم عزیز که در طول 20 سال رشوتخورای سرزمین معلوم است، از آدرسهای مختلف باید داخل نشه در رأس از قدرت نیاید. مطمئنن از یک زیر زربین تر میشه تا که انسانهای پاک بیاید. ولی اما اگر بر اساس از این فکر کنیم که مسائل سلیقه‌ای که تنها مجاهدین باشد، از برادرای دیگه که در مبارزات بودن ولی متعهدترین هستن و پاکترین هستن اونا نباشه، خود یک چیز نیست. اگر باشه ما مخالف است. اما بحث مطلقیش، خب این بحث مشارکتی حل شد تا اینجای کار. یک نگرانی وجود داره که خب اگر موقت بیایه، اداری موقت باشه اینجا یا اداری عبوری باشه یا اداری انتقالی، هر نامی که میشه به او داد، گزینه میتونه باشه برای حل ساختن همین چالش هایی که در حال حاضر وجود داره. برخی نگران این هستند که مبادا افغانستان به کشمیر ثانی مبدل شوه، کشمیری که امروز پاسپورت نداره، معلوم نیست که کی اداریش میکنه. این چونی ذهنیت حتی وجود داره در مورد برخی از کارشناسان، چونین
دیدگاه را هم مطرح میکنن. چقدر میتونه این بحث اجرایی باشه جناب یوسف زی؟ فکر نمیکنیم. کشمیری پاکستانی پاسپورت هم داره، انتخابات هم داره، کشمیری هندوستان همچنان هم انتخابات داره، هم یک وزیرالا داره. اما فکر میکنیم چیزایی که ما شما در میدیا همین حال دسکس میکنیم یا بحث میکنیم، ایتو فکر میکنیم که یک حکومت جور است و ما شما نگرانی های خود شریک بسازیم. اینجا یک نظام تغییر کرده، نظام به شکل تغییر کرد که طالبان حتی پیش بینیش نمیکرد. اونا فکر میکرد شاید شش ماه بعد یا چند ماه بعد کابل بعد از خروج قوای امریکا تسخیر شود. ما فکر میکنیم بحثای مشارکت ملی هم در جریان هستند، بحث حکومت انتقالی هم هستند. خود در این شک نیست که طالبان هم یک دلیل دارد. اونا میگن 20 سال نظام که ضعیف بود یا نظام کار نکردن، یکی از عواملش نمی بود که یک طرف اگر هر فیصله فضلی و مهم میکردن، دیگه طرف در نمی 20 سال گذشته بعضی نمی مجاهدین سابقه که یعنی اکثریتشان در پاکستان رفته از شمالی اتحاد یا جبهه مقاومت، اونا حصه بیشتر از دولت بودن. آیا با مشارکت ملی به معنی نمی نیست که حتما نماینده تاجک دکتر عبدالله است یا احمد شاه مسعود هستند یا نماینده ازبک جنرال دوستم است یا از هزارا محقق و خلیلی هستند. اونا میگه که ما دیگر هم افراد شایسته ای از اقوام داریم که در 20 سال گذشته حصه اینمی نظام نبود، یک نظام که ما و شما هم حال برش هرچه که میگیم فاسد بود یا نتوانستن که دوام کند. لیکن اونا میگه ما کسایی را میاریم که بخواهش ما به شما، نمیخواهیم که مثل سابقه وری نظام جور شود، یک طرف دکتر صاحب عبدالله حلفی صدارت بگیره و یک طرف دکتر اشرف غنی حلفی صدارت بگیره. این مردم اگر میخواید در حال حاضر ما فکر میکنیم که طالبان برشان بهترین گزینه که برشان داره این است که شما میتونید در کشور خود باشید، در احترام برتان نگاه میشود و امنیت محفوظ هستند. و اگر در آینده شما میتونید که اگر بعد از اینکه چند سال یک نظام بیشتر می شود، شکل و قوارش بیشتر برای مردم افغانستان ظاهر می شود، در اون صورت شما می دانید که از راهی که هر جای راهی که وجود داره که مثل راه سیاست ایران در اونجا می بینید یک حکومت که ما شما پر دیکتاتوری بودیم وجود داره، لیکن مردم بازا اونجا یک جمهوریت هستن، انتخابات هستن. در حال حاضر ما فکر میکنیم که خواهشات ما شما از دولت طالبان مثل که یک دولت طالبان یا دولت غنی یا دولت پاکستان از عمران خان از دیگه کشور هستن که نه، یعنی چون این آرزوی را نباید شهروندان در ذهن خود بپرورونن. نه، ما گفتیم آل حالت استراری هستن. در این حالت طالبان میخواه که اول خود یک نظام جور کنه، بعد از او باید مردم برشان برای مردم باید پاسخ بده، مردم باید کار بده. کدام گزینه میتونه پاسخگو باشه جناب یوسف زی؟ آیا بحث موقت نمیتونه اینجا گزینی خیلی مناسب باشه به خاطر اینکه طالبان هم آماده شوند، طرف هم آماده شوه، دو طرف با همدیگر کنار بیاین، با همدیگر روی هر نوع نظامی که هست بعدن بریم به طرف حکومت مشارکتی؟ آیا حکومت مشارکتی در این مقطع زمانی نسخه بجا خواهد بود؟ ببین، هر حکومت که علی جور می شود، چه حکومت موقت باشه، چه دو ساله باشه، چه شورای وزیران باشد، چه کابینه وزارتی باشد، در او ما فکر می کنیم که مشارکت اقوام است. یکی فردی که در این مشارکت حکومت مشارکت اشتراک میکند کی هستند، وابسته به چقدر وابسته به طالبان هستند، چقدر وابسته به مردم افغانستان هستند، چقدر در سوابق مردمی دارد، چقدر سوابق حکومتی دارد، این پسان روشن خواهد شد. البته طالبان زیر فشار هستند، برشان اگر بخواهد که پشتیبانی جامعه بین المللی داشته باشد و پشتیبانی مردم افغانستان داشته باشد، باید اینمی سوال ها و نگرانی های مردم پاسخ دهد. لیکن ما فکر میکنم در حال حاضر اونا زیر فشار هستند، طالبان خودش هم بسیار در یک فشار ذهنی هستند. از فشار یاد کردین یوسف زاده، برخی دیگر دیدشون این است که
خب طالبان انتظار این را میکشند که تایید شوند از طرف جهان. با تایید شدن چهره دیگری از خود به نمایش خواهند گذاشت. فکر میکنین این دیدگاه معقول باشه؟ ما فکر میکنیم طالبان چالش های بزرگ داره. یکی مسائل حکومت مشارکت و رویه شایع برای مردم یک بود داخلی داره. ما فکر میکنیم طالبان از او بسیار نگرانی ندارد. نگرانی مهم آینده دولت طالبان این است که دنیا همراهشان چی رویه میکند. آیا مثل سابق سر مسائل حقوق زن و حقوق مرد و مطبوعات و آزادی انسانی سرشان فشار به اونما یا حقوق اساسی شهروندان؟ بله، حقوق اساسی شهروندان به او اندازه که در 2001 از فشار پشتیبانی میکردن سر طالبان قیدات بودن قص به رسمیت نمیشناختن. حالی ما فکر میکنیم جامعه بین‌المللی کمی فکر میکنه که یعنی بسیار تغییر نشده طالبان، لیکن اقلا کمی تغییر شده چون که زمانه تغییر شده. یک به اصطلاح اونمو سنچری نو هستن، اونا مجبور هستن که تا یک حدی تغییر شده، لیکن هنوز هم نگرانی جدی جامعه بین‌المللی وجود داره و طالبان هم در احراس هستن به شکلی که امریکا از اینجا فرار میکند بعد از تکمیل افراد کنه میخواید که از افغانستان خارج شود. شاید امریکا یک پالیسی جدی در مورد طالبان داشته باشد، لیکن در عین حال اونا فکر میکنند که باید امرای طالبان کار شود، چون که طالبان یک گروه جنگی بودن بعد از 20 سال وارد کابل میشود. ما باید امرایشان یک در نرمی در اوائل امرایش صحبت کنیم و مقیبشان بشنویم، نباشه که از روز اول امرایشان یک پالیسی بسیار سخت و غیر یعنی که نرم نباشه و نرمشان گرفته شود. لیکن برحال در چند روزی آینده اینمی مشکلات و اینمی سوالهای جامعه بین‌المللی و مردم افغانستان بیشتر واضح خواهد شد. بسیار تشکر. اما جناب فقیری، هشدار داده آمریکا مبنی بر این که در صورت عدم تمکین طالبان بر حقوق اساسی شهروندان افغانستان گزینه تحریم را دارند. این را اجرایی خواهند کرد؟ فضا را تنگتر خواهند ساخت به طرف طالبان؟ این مورد چقدر اجرایی خواهد بود با شناختی که شما از طرف طالبان دارین؟ یعنی که چیر واقعا هم طالبان بخشندی در طالبان در بینرمی طولنی او در افغان طولنی اغا اساسی او موجه یعنی موجه غشتونو تا منفی جواب اوهی پاوز خلات که در بندیزون امکانات همستا، در تازیرات و امکانات همستا، در اقتصادی، در اغا پیسی چه وست که بانکونه که دی منجمت سوی دی، کنگل سوی دی، در دی لاب پتکه دور دیر امکانستا او د نه مشروعیت د پیژندلو خبره ده چې امریکا به ونه غواړي چې دوی به مشروعیت وپیژني. کله چې امریکا ونه غواړي غرب ټوله نه غواړي، د ټوله غرب د امریکې پیروي کوي. مګر زه چې اوس حالاتو ته ګورم آریان صاحب، زه فکر کوم چې امریکا غواړي د افغانستان نوی اسلامي حکومت چې راځي په رسمیت یې وپیژني، او زه فکر کوم چې امریکا هم غواړي چې د افغانستان به دغه نوي حکومت ته یو څه وخت ورکړي. یعنی دا دوی خپل امریکایی سیاسیون هم په دې پوهېږي چې په یو ملک کې نظام راوستل، په یو ملک کې حکومت جوړول، دا د یوې هفتې و د څو ورځو کار نه دی. یعنی واقعا هم ډېر وخت غواړي، ډېر او خصوصا چې په دغه شکل سره سړی ته لاسته ورسي. آنچنان که مسئولان طالبان هم گفتن فکر نمیکردن که حکومت اینچنین یک بارگی به دستشان بفته و کار اینچنین ختم شود. و آنچه را که اتهام بسته می شود یا مورد بیان شده در مورد رئیس جمهور فراری افغانستان هم آقای محمد اشرف غنی، این که تصمیم شکستن افغانستان را داشته و برنامه‌ش هم این بوده که افغانستان باید سقوط کنه. ما فکر هم داری چه غنی او ده هغه شاوخوا خلقو چیش پرده بانی در طول و در خلق چوز در مقاومت خبری که اکثر در ملگری دی دا خلک چې تښتېدلي دي، دا اکثریت د ملګري دي، دا بهر چې ناست دي، د باندې چې ناست دي. دغه یوه ډله د حاکمانو وه، زه فکر کوم چې دې افغانستان ته ډېر زیات ضرر رسولی دي.
په ډیر موارد کې ضرر ورسوي، افغانستان یې ډېر به وشرموي، په ډیر موارد کې وشرموي. غنی او داردسته باید بین المللي نړیوالې محکمې ته راکش دي او سوال و جواب ورسره وسي. د همو کار ناممکن از این مقطع زمانی حکومت باید شکل بگیره، این درخواست بفرسته، بعد از او پس به اساس درخواست شاقای غنی را میشه تسلیم حکومت افغانستان کنن، در بی حکومتی به سر میبریم. یعنی دا زبیا هم وایمه چې دغه مسله باید حل سي، حکومت باید تشکیل سي، یو نوی اسلامی حکومت چې مشروعیت ولري، جهانی مشروعیت ولري، سیمه ایز مشروعیت ولري. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغان ولس رضایت او مشروعیت ورسره وي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې افغان حکومت، افغان ولس که دا په شمال کې دي، که په جنوب کې دي، که په شرق کې دي، که په غرب کې دي، که په مرکز کې دي، ټول افغان ولس چې په دا خاوره کې ژوند کوي خپل ځان په دا حکومت کې وویني. یعنی دا باید د خپل ځان لیدل دا د دې معنا نه ورکوي چې حتماً باید هغه پخواني جنګ سالاران، هغه پخواني زورواکان چې دا ملت یې دغه ځای ته ورسوي هغه باید ورته شامل وي. نه، بلکې د ټولو قومونو څخه د افغانستان هغه بهترین خلک یې، ښه خلک یې، ګمنامه خلک یې، پروا نه لري، مګر چې مؤثر خلک وي چې وکولای سي خدمت وکړي، خدمت ته ملا ضمانت روی کار آمدن مهره ها چقدر است؟ کسانی که بلیگوی باشند همانند دوره آقای غنی، و بزرگترین نگرانی شهروند عادی این سرزمین همین است که مبادا بلیگویان روی قدرت بیایند و این بلیگویان بار دیگر افغانستان را به جایی بکشند که بازگرداندنش ناممکن خواهد بود. امیده ایچ چپلوسان پر زن با این در طول نکی، امیده ایچ در نوی در افغانستان نوی حکومت، نوی اسلامی حکومت. امید دارین؟ باور ندارین؟ نه، باور زه، یعنی زنه په دې حکومت کې یم، نه زه د حکومت غړی یم، نه وی حکومت نه، یعنی زه یو عادي انسان یم، یو عادي دغه مبصر یم. زما امید دا دی چې دغه نوی نظام چې راځي په افغانستان کې د شو خلکو ته لاس ور واچوي، پر شو خلکو باندې تکیه وکړي. یو نظام چې جوړیږي، آریان صاحب که دا په امریکې کې جوړ شوی دی، که په فرانسې کې جوړ شوی دی، او که په برطانیې کې جوړ شوی دی، ښه نظام په شو خلکو جوړیږي، په صادق خلکو جوړیږي، په متقی خلکو جوړیږي. ښه نظام په بدو خلکو نه جوړیږي. تاسو نسی کولای چې یو بهترینه ماڼۍ، یو قصر، یو کاخ، تهداب ټول په بدو موادو باندې جوړ کړي. دا امکان نه لري چې تاسو مواد وراسته وي، ګنده وي، فرسوده وي، تر وخت تیر وي، او تاسو دې یو ښه عمارت، یو ښه ماڼۍ جوړ کړي. مواد چې تاسو جوړوئ باید پاک وي، سوتره وي، او د خلکو اعتماد ولري. زه فکر نه کوم چې افغانان دا وغواړي چې اتمن دې باید محقق وي، اتمن دې باید امرالله صالح وي، اتمن دې باید سیاف وي، اتمن دې باید ګلبدین وي. دغه څېرې، دغه چې په د څلوېښتو کالو کې په افغانستان کې پورته شوي دي، راغلي باید اتمن دا نه غواړي، بلکې مخلص خلک غواړي، خدمتګار خلک غواړي چې افغانستان خلکو ته خدمت وکړي، او د دغه ولس څخه شی ونه زغلوي، غلا ونه کړي، تور ونه شرموي، موږ په جهان کې مو ونه شرموي، په ملت کې، په سیمه کې مو ونه شرموي، دغسې کار ونه کړي چې سړی ورته اریان وي چې دغه څنګه سړی و، د دې وجدان چیرې و، د دې ضمیر چیرې و چې دغسې کار یې وکړي. یعنی یو مشر ته، یو لیډرشپ ته، یوازې دا غني نه دی، بلکې دا یو لیډرشپ و، یو ډله وه، یوه ډله په دغه بهمتي سره، په دغه شکل سره دغه عمل کول، په دغسې اساس وخت کې چې هغه افغانان و، یو نوی ترانزیشن ته ضرورت درلودي، یو انتقالي دورې ته ضرورت درلودي، په دغه شکل سره خپل ولس پرېښودل، په دغسې، یعنی دا ښویي چې موږ افغانان باید یوازې پر نومونو باندې تکیه ونه کړو، بلکې د خلکو عمل ته وګورو، د خلکو کارونو ته وګورو، او ټول خلکو افغانانو ته یو چانس ورکړل سي، یو ښه چانس ورکړل سي چې خپل حکومت د خپل ولس په جوړولو کې رغنده، سازنده برخه واخلي. یکی از مواردی که خیلی تاکید میشه بحث مبارزه با فساد هست در حکومت آینده، و خصوص در وضعیتی که طالبان حاکم اکثریت نقاط کشور هستند جز یک یا یک و نیم ولایتی که اونجا هست. اما سوال اینجا مطرح میشه، امکان فاسد شدن برخی افراد در نظام طالبانی یا نظام مشارکتی که ممکن پیش رو باشه چقدر بوده میتونه؟ حالا اینا هم انسان هستند. سوال اینجاست که متاثر از فضا نخواهند شد یا
فضا تاثیر نخواد گذاشت رویشان یا طریقه و شیوه ها را برخی افراد انتقال نخواهد داد. این یک ذهنیت، یک پرسش کلان پیش شهروندان این کشور هم است. زما خبر عقیده داده چه ده فساد تهدید به ده انسانیت سره، ده انسانی سیاسی نظام سره تر ابد پوری وی، او دا یو دوی ورځی مبارزه نه ده. دا مبارزه باید دوامدار وی، په هر نظام کې باید وی، کدا اسلامی نظام وی، کدا جمهوری نظام دی، کدا غربی نظام دی، په هر نظام کې کچیری خلق یو ولس د فساد سره د خپلو مشرانو پر اعمالو باندې نظارت کې غفلت وکي، هلته فساد راځي. یعنی دا د انسان په غریزه په دغه کې په طبیعت کې ده، په سرش کې ده، دا ستا په دا خاطر ما د مخه چې ما اشاره ورته وکړه چې قدرت باید یو کس یا یوې ډلې ته متمرکز نسی، او دا قدرت باید یو ډول وي چې چک او بالانس پکښې کې وي، چې یو څوک پر چا باندې انتقاد وکړای سي، عمل نظارت باندې وکړای سي، او دغسې تشکیل جوړ نه سي چې یوه ډله یا یو کس پر ټولو باندې غالب وي او د هغه خبره هیڅوک نسي وردولی. لکه په ایران کې چې دی دغسې یو ولایت فقیه وي، یا په نورو ځای کې دغسې سپریم لیډر وي، یو شی. یعنی زما عقیده دا ده چې د خلکو ګډون ته باید زمینه برابر سي. نظام افغانستان، نظام آینده افغانستان همانند نظام ایران نخواهد شد. یک نگرانی همین است، مبادا محدود شود آزادی های شهروندان افغانستان. این صحبتی را که من و شما امشب داریم همانند این صحبت کرده خواهیم تانست در آینده. این یک نگرانی است که قبلا هم وجود داشت، حالا هم ما ممکن در آینده هم این آزادی شهروندی را خواهیم داشت. رسانه ها آزاد خواهند بود، بحث حقوق زنان، بحث حق سیاسی شهروندان، بحث سفر و سایر موارد در موارد محدودیت به قول برخی وارد شده. آریان صاحب هم در جنبندی صحبت ها. بله سهن، یعنی زد فکر کنم چطور روز پوری پا دی برخه که دیر من فکر کنم نجاکستل سیوی حتی جزیل انتر چندان نجاکستل سیوی. زد فکر کنم چما و تا هم آزاد خبری کو پا نورو پروگرامونه که چه هم ما خبری کردی جی چالت افغانان هستی پا آزادی سره کردی جی. او حتی طالبان چه هم دلی استاسی و تلویزون تا یا طلو تا نور تا تلی دی او داغی ارتویل دی چه و چوکات بی، او اغا چوکات بد ندی چه اسلامی مقدسات و توهین و نسید افغانستان. صحبت های ما شما در کجا خلاف مقدسات و موارد اسلامی هست؟ نه هیچ سایل هیچ نیست بیادر دهی، باید شما باید آدم انتقاد کنه، بدون انتقاد نمیشه که یک جامعه اصلاح شد. بسیار تشکر. نصرتی صاحب کوتا از شما هم داشته باشم، آزادی بیان شهروندان محدود نخواهد شد، حق سیاسی این شهروندان ازشان گرفته نخواهد شد، و یک نگرانی هست که خب بحث حقوق زنان است، با زنان چگونه برخورد خواهد شد؟ بحث چوکات اسلامیش هست، آیا تعریفی را که طرف طالبان هنوزم دارن با تعریفی که شهروندان این کشور دارن یکسان است؟ و در نقطه تناقض در کجا است، یا نقطه اختلاف در کجا است؟ این را میخوایم از شما داشته باشیم در جنبه دی صحبت ها. تشکر جانب. این ارتباط میگیره با تعهد جامعه بین المللی خاصتاً امریکا و کشورهای اروپا که اینا از حقوق بشر حمایت میکنن، و خاصتاً اروپای مرکزی. اگر اینا در عقب با طالبا در یک معامله منافع دو طرفی قرار بگیرن، مطمئن باشن که این مسئله زیر سوال خواهد بود. در غیر از اون، اینا اگر تهدید تحریم و مسئله اقتصادی را بالا ببرن، اینا نمیتونن، هیچ افغان نمیتونه در برابر از او ایستادگی کنه و حکومتش پرورز میشه. اگر بگویم که اینا رای آقای خامنه ای و اینا را تکیب کرده، میتونه به هیچ وجه. اونا اگر یک لیدرشپ داره، به خاطر که زیربنای بسیار قوی داره، اینا از گذشته های دور نفت دارن، گاز دارن، کارخانه های عمرانی تولیدی دارن، ریل دارن، سرک داشتن. ما هیچ چیز نداریم. اونا تانستن در برابر تحریم های جامعه بین المللی استقامت کنن. امروز ما و شما و طالبان نمیتونن در برابر تهدیدهای از اونا استفاده کنن برای یک روز. اگر فکر میشه که میتونیم، فکر کنیم که راه را غلط رفتیم و در یک دید دوگم قرار داریم. بنابراین از همه چیز مشارکت بسیار مهم است داخل نظام، از اینا مشارکت سالم باشه که به خیر مردم افغانستان تمام شد. و سلام سلام. بسیار تشکر، ممنون حضور لطف کردین آقایان فقیری و نصرتی. آقای یوسفزای هم تماسشون قطع شد بنابر مشکلات پیش آمده بود. ممنون همراهی شما هم.
وقتتون بخیر، تا درود دیگه.